اژدهای کومودو چقدر قوی تر از بقیه خزنده هاست؟ در خیلی از فیلم ها ترسناکترین خزنده یا کروکودیل یا یک مار بزرگ، اما شاید این حیوانات باید برن کنار، یه حیوان دیگه ممکنه بخواد عنوان پادشاه خزنده ها رو بگیره. این حیوان به اندازه کافی شناخته شده هست، اژدهای کومودو. قدرتش چطور با بقیه خزنده ها مقایسه میشه؟ آیا اژدهای کومودو میتونه ادعای پادشاهی همه خزنده های روی زمین رو داشته باشه؟ اینجا کانال حیوانات مغزبازه و تو این ویدیو قدرت اژدهای کومودو رو با سایر خزندگان بررسی میکنیم. اژدهای کومودو. اژدهایان کومودو فقط در جزایر خاصی از اندونزی پیدا میشن. در جزیره کومودو، جایی که اسمشون رو از اونجا گرفتن، و همچنین رینکا، فلورس و پادار. اژدهایان کومودو بزرگترین مارمولک‌های روی زمین هستن. یک نر بالغ به طور متوسط حدود 2.5 متر طول داره و وزنش بین 68 تا 77 کیلوگرمه. با این حال، خیلی از اژدهایان کومودو در طبیعت پیدا شدن که 3 متر طول داشتن و وزنشون حدود 90 کیلوگرم بوده. حتی در اندازه حد اقلشون، اونا خیلی بزرگ و ترسناکن. به خاطر اندازشون، اونا نه تنها شکارچیان برتر جزایری که توش زندگی میکنن هستن، بلکه کاملاً روی اون جزایر تسلط دارن. زیستگاه اونا مثل بعضی از زیستگاه ها نیست که چندین شکارچی وجود داره و همه با هم رقابت میکنن و شکارچی برتر ممکنه خیلی واضح نباشه. همه ی حیوانات در این جزایر میدونن که اژدهای کومودو برتره. اژدهای کومودو حدود 60 دندون داره که همه دندونه دار هستن و هر کدوم میتونن تا 2.5 سانتی متر طول داشته باشن. نیروی گاز گرفتنشون بین 35 تا 42 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ثبت شده. این نیروی گاز گرفتن چیزی نیست که بشه بهش بی‌توجهی کرد، اما قوی ترین گاز در پادشاهی حیوانات نیست. آسیب میزنه، اما اژدهای کومودو برای آسیب زدن به چیزای دیگه‌ای هم تکیه میکنه. اول از همه، خیلی از دندون‌هاشون خمیده هستن که وقتی در بدن شکار یا هر حریف دیگه‌ای فرو میره، آسیب‌های وحشتناکی وارد میکنه. علاوه بر این، اونا در فک پایینشون غدد سمی دارن. بنابراین وقتی گاز میگیرن، اغلب اون سم رو به قربانی تزریق میکنن. سم همچنین از لخته شدن خون جلوگیری میکنه. بنابراین اجازه نمیده زخم بهبود پیدا کنه. اونا همچنین چنگال‌های بلند و محکمی دارن که با استفاده از اونا پوست و گوشت شکارشون رو پاره میکنن. چنگال‌هاشون معمولاً 4.5 سانتی متر طول دارن، تقریباً دو برابر طول دندوناشون. معمولاً یک اژدهای کومودو یک یا دو گاز از طعمه خودش میگیره و بعد اغلب شکار فرار میکنه، اما نه برای مدت طولانی، چون معمولاً اژدهای کومودو فقط نیاز داره چند ضربه وارد کنه و بعد منتظر بمونه تا شکار از جراحاتش بمیره، تا بعد بتونه روی لاشه بره و هر چی که میخواد و بخوره. اژدهای کومودو به تعدادی از انسانها در طول سالها حمله کرده و هیچ وقت برای انسان خوب تموم نشده. اما اژدهای کومودو در مقابل بقیه خزندگان چطور عمل میکنه؟ مار پیتون. بیایید نگاهی به یه مار بزرگ بندازیم. ما به یه پیتون نگاه میکنیم، اما نه هر پیتونی، پیتون مشبک. پیتون مشبک بلندترین پیتون جهانه، همچنین بلندترین مار جهان و حتی سومین مار سنگین جهانه. اونا اغلب کمی کمتر از 6 متر تا 6.5 متر طول دارن و بلندترین پیتون حتی 10 متر هم طول داشته. اونا همچنین میتونن تا 90 کیلوگرم وزن داشته باشن. اونا معمولاً به دنبال پستانداران کوچیک و پرندگان میرن، اما پیتون‌های مشبک بزرگتر به دنبال خوک‌ها، گوزن‌ها و حتی یه بار به دنبال یه خرس آفتاب کوچیک هم رفتن و اونا به شکار و خوردن انسان‌ها هم معروفن.
پیتون مشبک برای شکارش کمین میکنه، دورش میپیچه و اونو تا زمانی که بکشه فشار میده. کوچکترین ها میتونن 700 گرم فشار در هر سانتی متر مربع اعمال کنن و بزرگترین ها میتونن تا 3500 گرم فشار در هر سانتی متر مربع اعمال کنن. این قطعاً یه مرگ خیلی آهسته و وحشتناک برای شکاره. و با اینکه پیتون مشبک بزرگه، آیا واقعاً میتونه یه اژدهای کومودو رو به حد مرگ فشار بده؟ اژدهای کومودو هم مکانیزمای دفاعی خودشو داره. گازش، دندونهاش، چنگالهاش و قدرت خالصش. همه یه چیزی که اژدهای کومودو نیاز داره اینه که یه بریدگی ایجاد کنه یا یه گاز بزنه و بعد منتظر بمونه. پس به احتمال زیاد پیتون نمیتونه حریف قدرتمندی برای کومودو باشه. تمساح. بیایید درباره یه خزنده‌ای که قطعاً بزرگتر از اژدهای کومودو صحبت کنیم. تمساح. ما به تمساح آمریکایی نگاه می‌کنیم که به طور متوسط 4 متر طول داره و 358 کیلوگرم وزن داره. اونا چند ده سانتی متر بیشتر از اژدهای کومودو طول دارن و چند صد کیلوگرم وزن بیشتر و نیروی گاز گرفتنشون حدود 140 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا بیشتره. تمساح آمریکایی در اندازه، وزن و قدرت گاز گرفتن برتره. اما یک نکته جالب درباره اژدهای کومودو اینه که پوستشون خیلی سخته. اژدهای کومودو پوستی داره که با فلس‌های زرهی تقویت شده. فلس‌ها استخون‌های کوچیکی به اسم آستئودرم دارن. این آستئودرم‌ها شبیه زنجیرهای زرهی یک شوالیه عمل می‌کنه. اما تمساح‌ها هم اونا رو دارن، همونطور که بسیاری از خزندگان دارن. بیشتر مارمولک‌ها یک یا دو الگوی مختلف از آستئودرم دارن، اما اژدهای کومودو 4 تا داره که پوستشون رو بسیار سخت می‌کنه. بنابراین اونا به یک سیستم دفاع طبیعی مجهزن و تا زمانی که اژدهای کومودو وارد آب با تمساح نشه میتونه خوب باشه. اژدهای کومودو روی زمین خیلی چابکتر از تمساحه. اژدهای کومودو برای دویدن روی زمین مجهزه، اما یک تمساح نمیتونه به سرعت اژدهای کومودو بچرخه، پشتش بره، گاز بگیره و منتظر بمونه. اژدهای کومودو ممکنه در قدرت نسبت به تمساح کم بیاره، اما لزوماً در سبک مبارزه کم نمیاره. شاه کبرا. بیایید نگاهی به یک مار بزرگ دیگه بندازیم. در واقع این مار بزرگترین مار سمی جهانه، شاه کبرا. اونا در آسیا پیدا میشن و میتونن بین 3 تا 4 متر طول داشته باشن. از همه مارهای سمی، اونا سمی‌ترین نیستن، اما مقدار سمی که در حین گاز گرفتن منتقل میکنن از همه مارها بیشتره. این مارها معمولاً حدود 9 کیلوگرم وزن دارن. اونا به شدت به گازشون وابستن که حتی میتونه یه فیل رو از پا در بیاره. اما نباید فراموش کنیم که اژدهای کومودو اندازه بزرگ و پوست زره مانند داره. دندونهای شاه کبرا شاید حتی نتونن به پوستش نفوذ کنن، اگر اصلا بتونه گاز بگیره. شاه کبرا ممکنه چابکتر از تمساحی باشه که قبلا دربارش صحبت کردیم، اما اژدهای کومودو هنوزم میتونه از چابکی و قدرتش استفاده کنه تا پشت مار بره و اونو زمین گیر کنه و کارشو بسازه. شاه کبرا هیچ شانسی در مقابل اژدهای کومودو نداره. آناکوندا. ما بلندترین مار جهان پیتون مشبک رو دیدیم. حالا بیایید با دومین مار بلند جهان آشنا بشیم که همچنین بزرگترین و سنگین‌ترین مار جهانه، آناکوندای سبز. آناکوندای سبز در آمریکای جنوبی پیدا میشه و نیمه آبزیه. اونا به طور میانگین میتونن تا 5.5 متر طول داشته باشن و وزنشون میتونه به 150 کیلوگرم برسه. اما بزرگترین آناکوندای ثبت شده 9 متر طول و 250 کیلوگرم وزن داشته. آناکوندای سبز سمی نیست، یک مار فشاریه. اونا از فک‌هاشون استفاده می‌کنن تا شکارشون رو گاز بگیرن و به دام بندازن و بعد دورش می‌پیچن و اونو فشار میدن و خفش می‌کنن. نیروی گاز گرفتنشون در واقع خیلی قویه. 63 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.
قدرت فشارشون گفته میشه حدود 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، مشابه اینه که یک فیل روی شما پا بذاره. این بسیار قدرتمنده و اگر یک آناکوندای سبز بتونه دور یک اژدهای کومودو بپیچه، اژدهای کومودو هیچ شانسی برای فرار نداره. تنها شانسی که داره اینه که بتونه یه گاز بگیره و بعد منتظر بمونه تا نتیجه رو ببینه. اما قدرت و چابکی اژدهای کومودو ممکنه باعث بشه که اصلاً خودشو تو این موقعیت بد قرار نده. کروکودیل در نهایت به بزرگترین خزنده جهان نگاه میکنیم. کروکودیل آب شور. این کروکودیل ها میتونن تا 6.5 متر طول داشته باشن و بیش از 1000 کیلوگرم وزن داشته باشن. همه ی کروکودیل ها خیلی بزرگتر از اژدهای کومودو هستن، اما این یکی حدود 11 برابر وزن کومودو رو داره. و این حتی ترسناکترین بخش درباره ی کروکودیل آب شور نیست، بلکه گاز گرفتنش خیلی ترسناکتره. یکی از قوی ترین گازهای جهان با نیروی 260 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. این یه نبرد سخت برای اژدهای کومودوه. اون خیلی کوچیکتره و گاز کروکودیل ترسناکه. کروکودیل میتونه کمین کنه و سریع حرکت کنه، به خصوص در آب. تنها شانسی که اژدهای کومودو در مقابل یک کروکودیل داره اینه که بتونه با یه گاز سمی کروکودیل رو از پا در بیاره. اما کروکودیل آب شور به هیچ وجه اجازه این کار رو به اژدهای کومودو نمیده. خوشبختانه اژدهایان کومودو در جزایرشون با هیچ کروکودیلی روبرو نمیشن، پس فعلا امن هستن و بهتره که به تاج و تخت پادشاهی خزندگان کاری نداشته باشن. اگه از این برنامه خوشتون اومد، یادتون نره که لایکش کنین و نظرتونم توی کامنت ها با هم در میون بذارین. با مغز باز همراه باشید.